یادم هر موقع می رفتم شمال این آهنگو از اول تا آخر گوش می کردم. خاطرات شمال محال یادم بره. این شما و اینم خواننده بزرگ ایران خمیرا. خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده های شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره. پروانه امیرافشاری معروف به حمیرا در سال 1323 در شهر تهران به دنیا آمد. وی از خانواده بانفوذ و سرشناس و متدین امیرافشاری که اصالتی آذربایجانی دارند است. از همان دوران کودکی خانه آنها به افتخار افراد بانفوذ حکومتی شاهد مراسم بزرگ با حضور ملوک زرابی بنان، روحنگیز، قمرالملوک وزیری و هنرمندان نامی آن زمان تزیین می شد. که همین انگیزه اولیه دختر خانواده برای روی آوردن به موسیقی شد. محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده های شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره. حمیرا به دور از چشم پدر و با تشویق همسر روشنفکر و تازه از آلمان بازگشته خود با نام نویسی در آزمون‌ها در شورای رادیوی آن زمان باعث حیرت و تحسین اعضای شورا شد. در همان سن آوازی را در دستگاه سگا با آهنگسازی علی تجویدی و شعری از بیژن ترقی به نام صبرم عطا کن را اجرا کرد که در کتاب ترانه‌های ماندگار این اثر به ثبت رسید. وی به علت مخالفت پدر با نام مستعار حمیرا فعالیت خود را آغاز کرد، اما پدرش صدای دختر خود را می‌شناخت و آوازخوان بودن دخترش را دور از شأن خانوادگی خود می‌دید. همه صفحات گرام موجود در بازار تهران را خریداری کرده و در خانه خود انبار می‌کرد و همین علت باعث کمیابی صفحات صدای حمیرا در آن زمان شد. حمیرا مدت 8 سال همسر آهنگساز به نام ایرانی پرویز یاحقی بود که در این دوره زناشویی آثار ماندگاری با شعرهای از بیژن ترقی و آهنگهای از یاحقی مانند مرا نفریبی، هدیه عشق، بهار نورسیده، مرا تنها نگذاری، پنجره‌ای به باغ گل و غیره کرده است. وی بعد از چند سال به دلیل مشکلات ویژه‌ای که برایش در زندگی پیش آمد از پرویز یاحقی جدا شد. ترانه همزبونم باش را 2 بار اجرا کرد که از تلویزیون ملی ایران پخش شد. رادیو و تلویزیون ملی ایران قبل از انقلاب شاهد اجراهای تلویزیونی زیادی از حمیرا مانند اجرای ترانه های همزبونم باش، نگو از گذشته، وقتی که تو رفتی، دنیا دنیا، با دلم مهربان شو، باختن، محال، قاصدک، با دلم مهربان شو، سکوت، هوای قفس و غیره است. وی در سالهای اخیر از سال 1388 به بعد چندین کنسرت و اجرا در کاباره تهران داشته است. در این کنسرت ها علاوه بر آهنگهای اجرا شده در قربت به بازخوانی ترانه های آهنگسازان مطرح ایران پرویز یاحقی و علی تجویدی پرداخته است. کنسرت های حمیرا از سال 1388 بدین شرح است: نیویورک 1388، تورنتو 1388، ونکوور 1389، دبی 1390 و لاس وگاس 1390،
در بین این سالهای 88 تا 90 بیش از 10 بار در کاباره تهران اجرا داشته است. همیرا از اواسط سال 60 در تهران ماند و بعد از ایجاد مزاحمت‌های فراوان در تهران به یکی از شهرهای شمالی نقل مکان کرد. وی باز از طرف عناصر طرفدار انقلاب مورد اذیت و آزار بسیاری قرار می گرفت. به همین دلیل به ناچار و بدون اینکه مورد حمایت همسرش قرار گیرد، در اواخر سال 1360 به تنهایی و به صورت ناشناس با گریم در قالب یک پیرزن به همراه دختر 2 ساله اش هنگامه از مرز افغانستان از ایران خارج شد و به پاکستان رفت. از آنجا به اسپانیا و پس از آن به کاستاریکا در آمریکای مرکزی رفت. همیرا با کمک هما میرافشار به ایالت کالیفرنیا مهاجرت کرد و با حمایت احمد مسعود کار هنری خود را از سر گرفت. وی همکنون در شهر لس آنجلس زندگی می کند. رو هرگز ندیدن دونی که سخت عزیزم، دست من نیست به خدا به اختیارش می ریزم. یه بهار و دو بهار تانا گذشت دم بهار، دنیا داد میزنه دیگه بس انتظار، دیگه بس انتظار، شاید این شب به طلوع صبح فردا نرسه، شاید انتش. اگر از برنامه‌های ما خوشتون اومد لطفاً عضو شدن و اشتراک رو فراموش نکن.